جام و جان با دکتر محمد نواب. با درود و سپاس از اینکه با ما هستین، با وجود گزینه‌های زیادی که دارین، چویس‌های زیادی که دارین که میتونید از شبکه جهانی استفاده کنید، به این برنامه گوش میکنید. واقعا ارزش داره برای ما. ممنون از عزیزان رایان کیهان، ماکان جلالی، علی سروش، افشین نگان، امیر مدنی، سرکار خانم دکتر عباسی توفیق که دهه هاست تا اونجا که من یادمه شب و روزشون میذارن که این برنامه ها پربارتر و سودمندتر باشه، و خود دارش جان عزیز که با ایجاد این بنیاد آموزشی این امکان رو به ما میدن که در خدمت شما باشیم. به دنباله صحبت های جناب دکتر محمد باقر باقری گوش میکنیم که در مورد این فیلسوف بزرگ باروخ اسپینوزا برای من گفتن در چند هفته گذشته، و امروز هم ادامه میدن این صحبت رو که چطور میتونیم از بینش این مرد بزرگ استفاده بکنیم در زمینه های گوناگون و اثری که میتونه داشته باشه روی روان درستی ما. با سپاس جناب دکتر باقری. با عرض مؤدب و خدمت بیگان عزیز این برنامه، تشکر میکنم از جناب دکتر نواب گرامی که به بنده این امکان رو میدن تا در خدمت شما عزیزان باشیم. خدمتتون عرض کنم که بله، در تقریبا 3 جلسه گذشته ما بحث اسپینوزا رو شروع کردیم، درباره ویژگی‌های شخصیتیش مطالبی رو خدمتتون عرض کردیم، درباره خدای اسپینوزا هفته گذشته صحبت کردیم، و بحث ما در ادامه مبحثی که اسپینوزا مطرح می‌کنه که خدا رو چیزی جز قوانین حاکم بر این گیتی نمی‌داند، از این جهت می‌گوید که خب این دعا و نیایش و تضرع و اینها کار بیهوده‌ای هست و هرگز نمیتوان قوانین این حاکم بر این نظام هستی رو دور زد با دعا خوندن، و خلاصه باید انسان خداشناسی اینه که بره و این قوانین طبیعت رو بشناسه و در راستای اونها زندگی بکنه. حالا این یک دیدگاهی رو به ما میده که نزدیک به دیدگاه رواقیون هست. از همین جهت گفته شده که فلسفه اسپینوزا تحت تاثیر رواقیون بوده، چون رواقیون هم میگن شرط خردمندی پذیرش شرایط و نه اعتراض به اون هست. حالا اینجا یک اشکالی که میتونه به وجود بیاد این هستش که نوعی جبر اندیشید که در ایران ما همه فکر میکنن هر اتفاقی میفته قسمت بوده و تقدیر بوده، چه میدونم قضا و قدر الهی بوده و اینها، باید با این روی کرد مقابله کرد. وقتی که اسپینوزا میگه که شرایط رو بپذیر، که حالا در ادامه خواهم گفت که چقدر این صحبتش اهمیت داره و امروزه کتابهایی نوشته شده که از فلسفه اسپینوزا در روان درمانی دارن استفاده میکنن، بحثش بسیار بحث عمیق و جالبیه. ولی مسئله او این نیست که ما بیخیال دنیا بشیم، آدمای پسیوی بشیم، بگیم هیچی دست ما نیست، همه چیز در گروه مثلا تقدیر هست، سرنوشت ما رو از قبل نوشتن، ما فقط کتاب زندگیمون رو ورق میزنیم. دیدگاهی که به شدت در جامعه ایران پررنگ هست. من میخوام اینجا اشاره داشته باشم به اون دعای آرامش که منظور ما رو به خوبی نشون میده. در دعای آرامش چی گفته میشه؟ میگه پروردگارا آرامشی ده تا بپذیرم آنچرا که نمیتوانم تغییر دهم. این دقیقا میشه بحث اسپینوزا در توضیح خدا. میگه خدا چیزی جز قوانین حاکم بر طبیعت و این جهان نیست. خب بپذیر این قواعد و این قوانین رو بپذیر، در راستای اینها زندگی کن و نخواب به وسیله دعا و نیایش این قوانین رو برهم بزنی. خب میگه آرامشی ده تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم. در ادامش چی میگه؟ میگه شهامتی ده تا تغییر دهم آنچه را که میتوانم. پس یه چیزایی را میتونی تغییر بدی، نباید به سمت پسیو بودن و غیر فعال بودن و رخوت و بیخیالی رفت. و میگه در قسمت سوم این دعا میگه حالا خردی به من بده که من فرق این دوتا رو بدونم.
یعنی بفهمم چه چیزایی رو نمیتونم تغییر بدم. و بعد میگه شهامتی بده که من اونجایی که میتونم تغییر ایجاد کنم اونجا رو بشناسم و برم تغییر بدم، و خردی به من بده که من فرق این دوتا رو بدونم. پس از یک سو میگه تلاش برای فهم قوانین جهان یعنی خداشناسی، میگه این قوانین جهان نشان دهنده اراده خدا هستند. با روی کرده اسپینوزا کسی که میخواد دعا بخونه که خدا بیاد، یه خدای مثلا متشخصی بیاد سازوکار این جهان رو به هم بزنه، میگه اتفاقا این نوعی مبارزه با خود خدا هست. و میگه این یک درک نابالغانه، که حالا من یه بار از تعبیر کودکانه استفاده کردم، دکتر نواب به درستی منو اصلاح کردن که نگیم کودکانه، چون کودکان ما منشأ خلاقیت و تفکرن. به اون معنا نه، منظور یک نوع صغارت فکری اینجا هست، نه اون در واقع صغارت سنی که حالا لزومن، چه بسا افرادی مثلا هستن که به سن بالای رسیدن 60-70 سالشون باشه از نظر فکری به بلوغ نرسیده باشن، چه بسا کودکانی داشته باشیم که افکار عالی داشته باشن. اینجا وقتی این تلقی رو به کار میبره اسپینوزا، میگه که این یک درک کودکانه ای از هستی هست، منظورش این در واقع صغارت فکری و عقلی هست، نه صغارت یا کودکی از نظر سنی. میگه که قوانین طبیعت رو برو بشناس، بهشون احترام بگذار، سعی کن بر اونها مسلط بشی. من هفته گذشته به این موضوع اشاره کردم، این که تونستیم هواپیما بسازیم نشان دهنده شناخت قوانین طبیعته. و میگه اراده خودت رو در طول اراده طبیعت که همون اراده خدا هست قرار بده. بنابراین جبرگرایی که اسپینوزا ازش صحبت میکنه اصلا به این معنا نیست که کتاب زندگی تو رو از قبل نوشتن، تسلیم قضا و قدر شو و فکر نکن که هیچ جا میتونی تغییر بدی. همون دعای آرامش خیلی گویای بحث ماست، یعنی اونجایی که بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر بدم. بعد میگه شهامتی بده تغییر بدم آنچه را که میتونم تغییر بدم. اینجا هست که میبینیم اسپینوزا یک رویکرد عرفانی پیدا میکنه و اون رسیدن به مقام رضا هست. ببینید این رضا، راضی بودن به شرایطی که نمیتونی اونو تغییرش بدی، شما در عرفان حافظ میبینید، اونجایی که میگه رضا به داده بده و از جبین گره بکشای که بر من و تو در اختیار نگشاده است. میگه اونجاهایی که نمیتونی تغییر بدی قبول کن، بپذیر. و از این جهت میبینیم که رویکردی که مطرح میکنه یه مقدار در عرفان ما هم این رویکرد دیده میشه. در اندیشه تشیع هم باز این نوع از در واقع رضا بودن به آنچه که تقدیر هست دیده میشه. از امام حسین که امام سوم شیعیان هست نقل شده که در صحرای کربلا میسته، با اون همه اتفاقات بدی که در روز عاشورا براش افتاده، میگه الهی رزن به قضائک و تسلیمن لامرک. ببینید این هم یک مثالی هست از آن چیزی که اسپینوزا میگه که رضایت داشته باش به اون چیزی که برات اتفاق میفته و سعی نکن همه سازوکار جهان هستی رو بیان برای تو برهم بزنن. بنابراین دو تا مفهوم کلیدی در فلسفه اسپینوزا وجود داره، یکی پانتئیزم، یکی مونیزم، که این دوتا رو هم باید بهشون توجه داشته باشیم. اولین مفهوم کلیدی در فلسفه اسپینوزا همه خدایی یا پانتئیزم هست. این دیدگاه در مقابل اون دیدگاه دوالیستی دکارت مطرح شده. و در مونیزم هم اسپینوزا به سمت یک وحدتگرایی مطلق حرکت میکنه. البته صاحب اصلی ایده وحدت وجود رو پارمنیدس میدونن، ولی شما میتونید این رویکرد رو در عرفان ابن عربی هم ببینید. از این جهت هست که هگل، که خب عرض کردم قبلا خدمتون، فیلسوفی بود که اسپینوزا رو احیا کرد واقعا، چون خیلی از فیلسوفا مثل کانت سعی میکردن در نوشته هاشون اسمی از اسپینوزا نبرن، یه جورایی محافظه کاری میکردن، چون اسپینوزا مورد حجمه
در واقع مذهبیون قرار گرفته بود. هگل میگه که در اندیشه اسپینوزا ما یک رویکرد شرقی میبینیم. وقتی صحبت از یک رویکرد شرقی میکنه، ما بیشتر باید به یاد سهروردی بیفتیم. چرا؟ چون ما در جهان در دنیای شرق که چین، هند، ژاپن و ایران هست، مونیسم به این تعبیری که اسپینوزا میگه نداریم. ولی در آثار سهروردی هست که ما هم وجه عقل گرایی و هم وجه عرفان رو به طور همزمان میبینیم. از این جهت گفته میشه که وقتی که هگل میگوید در اندیشه اسپینوزا ما یک رویکرد شرقی میبینیم، منظورش باید سهروردی باشه. بذارید اون مفهوم دوم کلیدی در فلسفه اسپینوزا که مونیسم هست اونو بیشتر توضیح بدم. به نکته بسیار جالبی اشاره میکنه. بحثی که امروزه شما میبینید در حوزه های معرفتی وجود داره بین الهیات، فیزیک، حالا علم باید بگیم یا به طور مشخص فیزیک و فلسفه. اسپینوزا در این رابطه میگه که موضوع شناخت هر ستای اینها، یعنی الهیات، فیزیک و فلسفه، میگه موضوع هر ستای یه چیزه. اول سوال میکنیم در الهیات موضوع شناخت چیست؟ جواب میدیم خدا. میگیم در علم و به طور مشخص در فیزیک موضوع شناخت چیست؟ جواب هست کیهان. تعبیری که اسپینوزا به کار میبره از طبیعت صحبت میکنه، اینجا میبینیم که موضوع شناخت علم و به طور مشخص فیزیکه. و قبلا عرض کردم خدمتون وقتی از نیچر صحبت میکنه اسپینوزا، معناش محدود به آنچه که در زیست شناسی گفته میشه نیست، منظور کائنات هست، منظور کیهان و گیتی هست. خب خود اسپینوزا میگه خدایی که موضوع شناخت الهیات هست، همون قوانین حاکم بر این گیتی هست که فیزیک دنبالشه. این دوتا از هم جدا نیستند. میریم سراغ سومی، یعنی فلسفه. در فلسفه موضوع شناخت چیست؟ جوهره. فیلسوفان میخواهن اعراض رو کنار بزنن و به جوهر برسن. خب اون جوهری که ثابت هست چیه؟ اسپینوزا میگه این سه تا حوزه شناخت، یعنی از یک سو الهیات، از سوی دیگر علم به طور مشخص فیزیک و از سوی دیگر فلسفه، میگه این ستا به دنبال شناخت یه چیز هستند. اینها جدا نیستند. اسپینوزا این ستا رو یکی میدونه، خدا، جهان، جوهر. میگه اگه درست نگاه کنی موضوع شناخت در علم، الهیات و فلسفه یه چیز هست. این هم توضیحی از مونیسم اسپینوزا که میگه اون خدایی که متعلهان دنبالشن همون جوهریه که فیلسوفان دنبالشن و همون قوانین علمی است که دانشمندان دنبالش هستند. خب این هم توضیحی درباره این در واقع مفاهیمی که اسپینوزا استفاده میکنه. و به این نکته باید اشاره بکنم که فلسفه اسپینوزا و رویکردی که او داره درباره این مونیسم مورد توجه آنتونیو داماسیو هم قرار گرفته. رویکرد دوگانه دکارتی رو داماسیو کنار میزنه، کتابی مینویسه با عنوان خطای دکارت و در ادامه اون کتاب دیگر مینویسه با عنوان در جستجوی اسپینوزا. کسانی که علاقمند هستن درباره اسپینوزا پژوهش کنن، تحقیق کنن، حتما کتاب در جستجوی اسپینوزا که به وسیله یکی از برجسته ترین دانشمندان علوم اعصاب زبان ما، یعنی آنتونیو داماسیو نوشته شده، اینو حتما مطالعه بفرمایید. اونجا داماسیو سعی کرده یک بررسی بین رشته‌ای انجام بده، فلسفه اسپینوزا رو با علوم اعصاب مدرن با هم چکار بکنه، در کنار هم قرار بده، مقایسه بکنه. و داماسیو معتقده که اسپینوزا دیدگاه‌های بسیار پیشرفته‌ای درباره احساسات و ذهن داشته که با یافته‌های مدرن امروز در علوم اعصاب همخوانی داره. خب می‌دونید اسپینوزا در فلسفه خودش میره سراغ احساسات و میگه که احساسات بر رفتار و تصمیم‌گیری انسان تأثیر خیلی زیادی داره و این نکته هست که بحث داماسیو هم در کتاب هایی که نوشته، مقالاتی که نوشته در دهه های گذشته همین موضوع بوده. یکی از ایده های مهم اسپینوزا
گفتیم مونیسم هست که ذهن و بدن رو دو جنبه از یک واقعیت واحد میدونه. خب این دیدگاه که به وحدت وجود هم معروفه، داماسیو هم این مفهوم رو بررسی کرده و گفته که یافته های علوم اعصاب هم این دیدگاه رو تأکید مورد تایید قرار میده. از اینجا یک شباهتی با ملا صدرا دیده میشه. ملا صدرا چی میگه؟ میگه ذهن خاصیتی است که از بدن برمیخیزه، همون امرج کردن هست. خب با این روی کرد بود که ملا صدرا هم مورد هجمه قرار گرفت، چون این آخوندها نشستن گفتن در جاهای مختلف که این داره وجود مثلا روح رو زیر سوال میبره، میگه چیزی به نام روح وجود نداره و خیلی بهش تاختن. پس اسپینوزا مسئله مونیسم رو به این شکل مطرح میکنه که در هر سه حوزه معرفتی علم، فلسفه و الهیات موضوع شناخت در حقیقت یه چیز هست. میگه که از نیایش و تضرع به این معنا که خدای متشخص در آسمان ها قرار داره که میاد قوانین حاکم بر این جهان رو برای شما پارتی بازی میکنه و تغییر میده، از این دیدگاه بیرون بیاین. ولی از نیایش خردمندانه صحبت میکنه. ببینید نکته ای که درباره اسپینوزا خیلی خیلی جالبه اینه که از به مفهوم سازی، به واژه سازی مثل هایدگر نمیپردازه. هایدگر میاد میگه دازاین و بعد مفهوم مد نظرش رو با اون واژه‌ای که ساخته توضیح میده. اسپینوزا از تمامی مفاهیم مذهبی مثل نیایش، مثل خدا، از همین ها استفاده میکنه، ولی باید توجه بکنیم که این مفاهیم رو از آن خود میکنه. یکی از کارهایی که باید کسانی که به این مباحث علاقمند هستند حتما انجام بدن اینه که وقتی اسپینوزا میگه خدا، وقتی اسپینوزا میگه نیایش، ببینید منظورش چیه؟ چه نیایشی رو خردمندانه میدونه و چه نیایشی رو عبث میدونه؟ خب این نکته خیلی حائز اهمیته. یکی از اشکالات ما گاهی اینه که ما وقتی که یک کتابی رو میخونیم، اون واژگانی رو که جلوی چشم ما قرار میگیره اونا رو با مفاهیم ذهنی خودمون معنا میکنیم، در حالی که این معنای عقل از نظر کانت با معنای عقل از نظر مثلا سهروردی میتونه خیلی فرق داشته باشه. هر دوتا هم ظاهرا نوشتن عقل. به این مسئله باید توجه کنیم، به خصوص زمانی که واژه سازی اتفاق نمیفته و اون اندیشمند از واژگان موجود استفاده میکنه ولی معانی خودش رو بر اونها بار میکنه و ما باید شناخت ما نسبت به اون اندیشمند فیلسوف در گرو اینه که ما بفهمیم که دقیقاً وقتی که این کلمه رو، این واژه رو به کار میبره چه معنایی رو داره از اون مراد میکنه. خب این رویکرد اسپینوزا باعث نوشتن یک کتاب جالب دیگری شد به نام کتاب روح اسپینوزا. روح اسپینوزا میاد از فلسفه اسپینوزا روشی رو برای روان درمانگری استفاده میکنه. چه کسی این کار رو انجام داد؟ جیمز گروسمن. کتابی نوشت به نام روح اسپینوزا. این آقا خودش فلسفه علم میخوند، با مشکلات یه مقدار روانی گرفتار شد، خیلی به هم ریخت و در دپارتمان فلسفه یک روز یکی از اساتید بهش میگه با این مشکلاتی که تو داری برو اسپینوزا بخون. وقتی گروسمن میره اسپینوزا رو میخونه، متوجه میشه که عجب رویکرد جالبی داره و میشه این رو در روان درمانگری استفاده کرد. هم خودش استفاده میکنه، مشکلات خودش رو با این روی کرد حل میکنه و هم سعی میکنه با نگارش کتاب روح اسپینوزا به من و شما کمک بکنه که بتونیم بر این گرفتاری ها فائق بیاییم. خب حالا مفاهیم کلیدی این کتاب در دو سه دقیقه بگم خدمتون چی هست. یکیش اینی که میگه که ما میتونیم شفای عاطفی پیدا بکنیم از طریق عقل. گروسمن بر این باوره که فلسفه اسپینوزا میتونه ابزار قدرتمندی برای مشکلات عاطفی و روانی ما باشه. استدلال میکنه که اسپینوزا با تاکید بر قدرت عقل و خرد ما میتونیم احساساتمون رو بهتر مدیریت کنیم. وقتی این کار رو بکنیم به آرامش روحی دست پیدا میکنیم. خب این همون چیزی هست که شما میبینید در کلاس های تفکر نقادانه ما برش تاکید میکنیم. یکی از دستاوردهای تفکر نقادانه، یادگیری تفکر نقادانه برای افراد اینه.
بهتر میتونن احساسات خودشون رو مدیریت بکنن و به شرایط روحی روانی بهتری میرسن، چون با قدرتی که اون عقلانیت، اون تفکر نقادانه بهشون میده، میتونن غلبه کنن و راحت تر زندگی بکنن. نکته دیگری که در این کتاب، یعنی کتاب روح اسپینوزا، مورد توجه قرار گرفته، فهم احساسات و منشأ اونها هست. گروسمن میگه در فلسفه اسپینوزا این امکان وجود داره که ما بتونیم ریشه این عواطف و احساسات خودمون رو تشخیص بدیم. میگه ریشه احساسات ما در باورها و افکار نادرست ماست. اگه بریم باورها و افکار نادرستمون رو فیکس کنیم، احساساتی که در واقع در ما ایجاد میشه تنظیم میشه و ما از این طریق میتونیم به خودمون کمک بکنیم. پس راهکار چیه؟ راهکار تغییر در باورها و نگرشها هست که با این کار ما میتونیم به بهبود احساسات و وضعیت روانی خودمون کمک بکنیم. از این جهت توصیه میکنم عزیزانی که بحث ما رو در زمینه اسپینوزا دنبال کردید، من سعی کردم در چند هفته در به مطالب مختلفی در زمینه فلسفه اسپینوزا بپردازم. یکی از وجوه بسیار کاربردی این که چرا ما فلسفه اسپینوزا رو بشناسیم، مثلا به چه درد ما میخوره، اینه که در روان درمانی امروز دارن ازش استفاده میکنن و توصیه میکنم اگه میخواین در این باره بیشتر بدانید به کتاب روح اسپینوزا مراجعه بکنید. چند کلمه هم از سهراب سپهری بگم. سهراب سپهری هم از جمله شاعرانی هست که فلسفه اسپینوزا رو در اشعارش میبینید. اونجایی که میگه اهل کاشانم، روزگارم بد نیست، تکنانی دارم خورده هوشی، سر سوزن ذوقی، در ادامش میگه و خدایی که در این نزدیکی است، لای این شبوها، پای آن کاج بلند، روی آگاهی آب، روی قانون گیاه. ببینید میگه من خدایی دارم که روی قانون گیاه هست. حالا با صحبتهایی که در این چهار هفته خدمت شما ارائه کردیم، ببینید اسپینوزا چی میگفت؟ میگفت خدایی متشخص در آسمان ها وجود نداره که این جهان رو خلق کرده از اون بالا داره نگاش میکنه، مدیریتش میکنه. خدا چیزی جز قوانین حاکم بر طبیعت نیست. از توجهتون تشکر میکنم، همچنین از دکتر نواب گرامی که این فرصت رو ایجاد میکنه تا بنده حقیر در خدمت شما عزیزان باشه. یک دنیا سپاسگزار، واقعا ممنون. رایان جان ما رو میبر پیام ها و برمیگردیم. شما بیننده آینه هستید. خب دوستان، امیدوارم که شما هم مثل من لذت برده باشین از گفتار دکتر باقری. واقعا این فیلسوف ارزنده باروک اسپینوزا خیلی از سوالای پیچیده ما رو جواب داده. همه ما علاقمندیم بدونیم داستان خدا چیه، دین، باورها، ایمان، فیث به اصطلاح، و خیلی کارمون رو راحت کرده. میگه که خدا قوانین طبیعته و کارش خوب داره انجام میده، ما باید هرچی میتونیم خودمون رو تقویت کنیم و واقع بین باشیم. در این بخش از برنامه به گفتارهای از آقای دکتر کامران مالک، متخصص بانوان، فوق تخصص مایکروسرجری گوش میکنیم. خانم دکتر قدسی مدنی، متخصص اطفال، متخصص آی سی یو و فوق تخصص الرژی و ایمونولوژی. دکتر میربولوکی که با بیان شیرینشون مسائل خیلی مهمی رو مطرح میکنن. دکتر جان مافی که برامون صحبت کردند، قبلا هم شنیدیمشون، که چطور در آمریکا دوای بیش از اندازه و نامربوط و نابجا تجویز میشه. دانشجویان ما از دانشگاه مختلف UC سیستم مال لس آنجلس، UCLA، UC سانتا باربارا، UC ریورساید، UC سان دیگو و غیره، برامون از نیو انگلند جورنال آف مدیسین که بهترین جورنال دنیاست، چکیده یافته های اخیر در زمینه بیماری های مهم رو برامون میگن. با هم گوش میکنیم. با سلام
خدمت همه شما عزیزان، از اینکه منو دعوت کردین به این برنامه ازتون سپاسگزار هستم و امیدوار هستم که بتونیم برنامه ای که واقعا بتونه جوابگوی این همه سوالات پرمفهوم رو داشته باشه بتونم در اختیارتون بذارم و بتونم سوالای شما رو جواب بدم. ببینید، مسئله سکشوالیتی انسان یک پدیده‌ایه که در همه موجودات زنده وجود داره. همه موجودات زنده به طور کلی سکشوال هستن و همچنین خب انسان هم یک موجود زنده است و در حقیقت مسئله سکشوالیتی انسان یکی از بزرگترین غریزه هایی هست که در زندگی همه ما بدون استثناء از زمانی که به دنیا میاییم تا زمانی که از دنیا میریم در ما وجود داره و این چیزی نیستش که بگیم که یکی کمتر سکشواله، یکی بیشتر سکشواله. بله، به هر حال غریزه میتونه بالا پایین بشه، بحثی در اون نیست، ولی این نیست که بگیم که ما میتونیم سکشوالیتی خودمون رو انکار بکنیم و بخوایم ازش بگذریم. انسان هایی هستن که به خاطر مسائل فرهنگی، مسائل مذهبی، سکشوالیتی خودشون رو میتونن تا یه حدودی خاموش بکنن و فعال نباشن در اون حالت، ولی به طور کلی همه ما انسان ها سکشوالیتی خودمون رو داریم و سکشوالیتی انسان شامل غریزه است، شامل اتراکشن هست، کمیستریش هست، شامل اینکه دو نفر چجوری و در چه شرایط هایی به هم دیگه این به اصطلاح کشش رو پیدا میکنن. ما سکشوالیتی مون رو به طور کلی میشه گفت از سن شاید از مثلا 6-7 سالگی هم میتونیم غریزه جنسی رو احساس بکنیم و این در مرد و یا در زن هر دوش به یک وجود داره. این نیست که بگیم مردها بیشتر سکشوالیتیشون رو احساس میکنن یا زنها کمتر احساس میکنن، همچی چیزی نیست و چه زن و چه مرد انسانهای سکشوالی هستن و این یک قاعده طبیعی هست و ما اونو نمیتونیم تحت هیچ شرایطی رد بکنیم. ولی برای اینکه ببینیم که انسانها چطوری از لحاظ رابطه جنسی به همدیگه کشش پیدا میکنن، بهتر اول ما تعریف سکشوال اورینتیشن رو بشناسیم که اصلا سکشوال اورینتیشن یعنی که شخص خودشو به چه فرمی سکشوال میبینه اونو ما تعریف بکنیم، ببینیم اون چی هستش. که به طور کلی یک مجموعه هست از احساسات و همچنین مجموعه هستش از احساس رومانتیک پیدا کردن و کشش، چه به مرد چه به زن یا به هر دو. و یه انسان وقتی که میخواد سکشوال اورینتیشن خودشو متوجه بشه یا آیدنتیشو بر اون اساس بخواد به اصطلاح بشناسه، روی رفتارش هست و همچنین احساساتی که با اون میاد، که نهایتاً به مرور زمان وقتی که یک ذره بیشتر کششش به یه گروه دیگه چه مرد و چه زن بیشتر شد، خودشو در اون قالب اون گروه میبینه. حالا این گروه ها یکیش هتروسکشوال هست که مرد و زن رابطه پیدا میکنن، یا مرد با مرد، یا مرد یا زن با زن، و یا حتی مخلوط این دوتا هم وجود داره. اگر بشه اسلاید بعدی لطفا، مرسی. یکی از قسمت هایی که مورد بحث بوده در این مورد اون فرم بایسکشوالیتی هست که همیشه یک سوال بسیار بسیار مطرحی هست که چطور یک نفر خودشو بایسکشوال میبینه. پس ما میبینیم که سکشوال به اصطلاح آیدنتی آدم میتونه از چه سنی شروع بشه، ولی اگه بخوایم بایسکشوالیتی رو ما بشناسیم میتونیم به این فرم بگیم که شخصی که اون احساسات جنسی خودشو به سلاید دوم لطف کنید سلاید بله همینجا مرسی، شخصی که میاد احساسات جنسی خودشو، احساسای رومانتیک خودشو و اون احساس کشش خودشو به یک همجنس خودش
به همجنس خودش پیدا میکنه و همطور میتونه هتروسکشوال هم باشه. پس بنابراین بایسکشوالیتی ما به کسی میگیم که هم میتونه با مرد رابطه جنسی پیدا بکنه، هم میتونه با زن رابطه جنسی پیدا بکنه. بعدی لطفاً. پس ما اگه بخوایم اینو ما بشناسیم، بیا ببینیم که درصد این انسان ها به طور کلی چقدر هستش. منبعی که همیشه به ما اطلاعات خیلی دقیقی در این مورد میده CDC هستش، یا The Center for Disease Control and Prevention. سال 2016 اومدن و اینا یک آمارهایی رو برای ما ریلیز کردن و گفتن که به طور کلی در جامعه، تقریبا میشه گفت در جامعه آمریکا، 1.3% از خانم ها و 1.9% از آقایون خودشونو هوموسکشوال، گی یا لزبیان میدونن، که از این مقدار 5.5% از خانم ها و 2% از آقایون گفتن که اینا بایسکشوال هستن. پس میبینیم که حتی درصد بایسکشوالیتی میتونه در خانم ها بیشتر از حتی آقایون بخواد باشه. و بعضیا میبینیم که با وجود اینکه این آمارهای رسمی پخش میشه، عقیدهشون بر این هستش که چیزی به اسم بایسکشوالیتی اصلا نمیتونه وجود داشته باشه. ولی واقعیت اینجاست که ما از لحاظ علمی که بخوایم نگاه بکنیم، میبینیم که بایسکشوالیتی شامل اینه که یک نفر که میتونه هتروسکشوال باشه، یعنی با جنس مخالف خودش رابطه جنسی داشته باشه، میتونه با همجنس خودش هم این رابطه رو برقرار بکنه. سلاید بعدی لطفا. و به طور کلی میبینیم که ما هرچی که بیشتر در مورد بایسکشوالیتی یاد بگیریم و هرچی که بیشتر بیایم در این مورد توضیح بدیم، خود جامعه رو بیشتر آگاه کردیم. برای اینکه خیلی حرفایی در مورد بایسکشوالیتی هست، یعنی تقریبا میشه گفت یک قسمتی از سکشوالیتی انسانی که رد شده است، یعنی کسی زیادی حاضر نیست این مسئله و این واقعیت رو قبول بکنه، ولی خب میبینیم که درصدها سر جای خودشون هستن و هر کشوری، هر به اصطلاح هر کالچری، هر بکگراندی، هر گروه های مختلف میان و خودشون مفهوم های خاصی روی بایسکشوالیتی میذارن. ولی هر جور که بخوان اینو تعریف بکنن، به طور کلی کششی هستش که بین مرد و زن هست، یا کششی هست که بین مرد و مرد هست، و یا کششی هست که بین زن و زن هست. و پس بنابراین این یک کششی هستش که دست کسی نیست، کار یعنی مورد خاصی پیش نمیاد، ولی این به همین فرم وجود داره. پس بنابراین وقتی که ما بخوایم خوب نگاه بکنیم و بایسکشوالیتی رو بیشتر بشناسیم، میبینیم که یه بایسکشوال میتونه اترک بشه به افراد مختلف به طریقه های مختلف، محدود به زن بودن و یا مرد بودن نیستش، و به طور کلی یک نفر که بایسکشوال هست میتونه ازدواج بکنه، میتونه بچه دار بشه، ولی در این حال با جنس مخالف خودش هم، همجنس خودش هم میتونه رابطه جنسی داشته باشه. و به طور کلی ما میبینیم که امروزه کاملا مشخص شده که مسئله بایسکشوالیتی حتی تا از سن 10-12 سالگی خودشو نشون میده در انسانهایی که کشش به بایسکشوالیتی داشته باشن. با یعنی همجنس، در حقیقت به فارسی بهش میگیم همجنس بازی. سلاید بعدی لطفا. امیدوارم که من خیلی تند نمیرم جلو. میبینیم که مسئله بایسکشوالیتی به طور کلی پدیده هستش که تقریبا تا سال 1940 تحقیقاتی به فرم رسمی در موردش نبوده. گویین که ما میدونیم در یونان قدیم، در روم قدیم میدونیم که مسئله بایسکشوالیتی بسیار بسیار محبوب بوده
و آثارش هست، نقاشیاش هست، مجسمه هاش هست که میدونی. پس این یک پدیده جدیدی در زندگی انسان نیست. ما تا از لحاظ علمی آلفرد کینزی جز اولین کسایی بود که اومد و در آمریکا مسئله هوموسکشوالیتی رو اصلا شروع کرد و بعد توی اون قسمت بود که به مسئله بایسکشوالیتی در سال 1948 برخورد کرد و متوجه شد که تقریبا 46% از جامعه در روابطی که هوموسکشوال هستن، به اصطلاح این آمارش ریپورت داده شد. و خود کینزی حتی با وجود اینکه یک محقق بزرگی بود که در مورد روابط جنسی تحقیق میکرد، خودش اومد و این کلمه بایسکشوالیتی رو دوست نداشت که اصلا حتی اینو چیکار بکنه، تکرار بکنه. و لطفاً همه رو میوت کنیم غیر از جناب دکتر. بفرمایید. بله، این اسلاید میشه بزرگش کنین لطفاً؟ اسکرین شیر، یعنی اسلاید میتونه بزرگ بشه. مرسی. بله. آقای کینزی اومد و این وقتی که بایسکشوالیتی رو دید که درصدش چقدر بالاست، خودش اومد و خواست این مسئله رو رد بکنه، ولی خب تعدادش به قدری زیاد بود که نتونست این کار بکنه. یعنی نتیجه تحقیقاتی که نشون داد حداقل 36% بایسکشوالیتی رو در آمریکا در اون موقع توی اون جمعی که رفتن و در این تحقیقات ایشون شرکت کردن نشون داد، که بعضی از این محققان دیگه فکر کردن که ایشون داره غلوف میکنه، ولی وقتی که اومدن و دوباره آمارش رو چک کردن دیدن که نه، نتیجهش درسته. پس میبینیم که بایسکشوالیتی در جامعه همیشه بوده. حالا سوال پیش میاد که چطور یک شخصی میدونه که لزبیان، گی یا بایسکشوال هست و یا اینکه هتروسکشوال هست. و این خیلی مسئله بسیار مهمی هست، برای اینکه اون نقطه عطفی که یک نفر متوجه میشه که از لحاظ جنسی چه نوع کششی داره، در حقیقت از زمان کودکی شروع میشه. یعنی در مرحله دبستان یا حتی اوائل دبستان و دیگه خیلی دیر بخواد مشخص بشه، در سن تقریبا 12-13 سالگی هستش. و نوعی که احساس میکنن، نوعی که کشش پیدا میکنن، نوعی که احساس رومانتیک میکنن با افراد دیگه، به طور کلی این جدایی رو برای اینا مشخص میکنه که به سمت چه جنسی مرد، زن یا چطوری این کشش پیش میاد. و به طور کلی چیزی نیستش که بگیم که دست کسی هست که تعیین بکنه و تصمیم بگیره که من از امروز به بعد میخوام بایسکشوال باشم. همچی چیزی ما هیچ ساینس به ما نشون نداده و این یک غریزه طبیعی است در حقیقت. و این نقطه‌ایه که خیلی روش اختلاف نظر پیدا میکنن که چطور یک شخص میتونه تصمیم بگیره که با مرد رابطه جنسی داشته باشه و هم با زن. ولی مسئله اینجاست که تصمیمی در اینجا وجود نداره، بلکه این یک غریزه است. اسلاید بعدی لطفا. بله. چی میشه که انسان میاد و یک سکشوال اورینتیشن برای خودش پیدا کنه؟ و همچون که داشتم میگفتم، ما با تمام علمی که داریم، با تمام تحقیقاتی که در این مورد و هر روز هم بیشتر داره انجام میشه، هنوز ساینس، علم نتونسته ثابت بکنه که چرا یک شخصی میتونه با جنس مخالف رابطه پیدا بکنه یا با جنس مخالف و یا اینکه با همجنس خودش. ایده میان میگن که این حتما یک مسئله ژنتیک هست، یک مسئله هورمون هست، یک مسئله رشد انسان هست،
مسئله اجتماعی هست، مسئله فرهنگی هست، مسئله مذهبی هست، ولی در واقعیت اینه که هیچ کدوم از اینها نیست. نه ما میتونیم بگیم که این یک ژنتیکی هست یا نه. در بعضی ها مثلا دیدن که در بعضی قسمت های مغز افرادی که بایسکشوال هستن شاید یک تغییرات خیلی خیلی جزئی و بسیار بسیار ناچیزی باشه با اونی که مثلا با جنس مخالف خودش رابطه جنسی داره، ولی از لحاظ علمی هنوز هیچ گونه تحقیقاتی نتونسته اینو چیکار بکنه، اینو مشخص بکنه که به طور کلی اصلا سکشوال اورینتیشن انسان، یعنی که کشش انسان به انسان دیگه چطور تفاوت پیدا میکنه، و اینو فقط و فقط یک پدیده طبیعی میبینن و هنوز این پدیده طبیعی رو نتونستن به هیچ نقطه دیگه اینو چیکار بکنن وصل بدن، بگن مثلا ژنتیک هست یا هورمونال هست یا هر چیز دیگه. اگر میشه اسلاید بعدی لطفا. ولی خب میبینیم با وجود تمام چیزهایی که علم به ما مشخص میکنه، با تمام مراحلی که علم در اختیار ما میذاره، میبینیم که تبعیض در زندگی این افراد واقعا چه رول خیلی خیلی بزرگی رو تولید میکنه، و این تبعیض فقط برای کسایی نیست که با هم جنس خودشون رابطه جنسی میذارن، بلکه برای افرادی که به طور کلی خارج از هتروسکشوالیتی، یعنی مرد با زن یا زن با مرد رابطه جنسی میذاره. حتی با وجود که ما در قرن بیستم با تموم کردیم و الان در قرن 21 میبینیم که هنوز از قرن 20 به 21 ما باز هم تفاوت ها و دیسکریمینیشن های بسیار بسیار زیادی داریم برای افرادی که خارج از هتروسکشوالیتی، یعنی که مرد و زن با هم رابطه جنسی داشته باشن، هنوز هم برقرار میشه. و ما میدونیم که حالتهایی که از لحاظ سایکولوژی، از لحاظ سایکولوژیکال ایشوز یا مسائل روانی که به خاطر این به اصطلاح تبعیضی که پیش میاد برای افرادی که بایسکشوال هستن، در سطح اجتماعی وقتی که بخوایم بهش نگاه کنیم میبینیم که از لحاظهای مختلفی برای اینا محدودیت هایی هست، محدودیت های شغلی هست، محدودیت های رابطه هست، محدودیت های دوستی هست، و حتی محدودیت برای اینکه بخوان که اینا صاحب فرزندی بشن. و روی قسمت شخصی فرد اگر بخوایم در نظر بگیریم، میبینیم که خیلی مسائل منفی برای اینا پیش میاد، و به خصوص برای کسایی که اینو میان و عیان میکنن و میگن که در حقیقت اینا همجنس باز هستن، روی مسئله سلامتشون و خوب زندگیشون خیلی تاثیر میذاره، برای اینکه حتی وقتی که میخوان برن برای سلامتشون به پیش پزشک مراجعه میکنن یا برای سلامتشون به کمک احتیاج دارن، میبینیم که به اصطلاح اونجا محدودیت های زیادی دارن، همچنین محدودیت هایی دارن در مورد مذهب، در مورد خودشون، اینکه از چه گروهی هستن، سفید پوست هستن، سیاه پوست هستن، و اگر که دچار مشکلات دیسابیلیتی بشن و احتیاج به کمک های دولتی داشته باشن، میبینیم که برای افراد بایسکشوال بسیار بسیار محدودیت های منفی زیادی هست، و در نتیجه اون کوالیتی زندگی خوبی که باید داشته باشن نمیتونن داشته باشن، اونم به خاطر مسئله‌ای که دست خودشونم نیست، و این یک چیزی که بسیار سخته که بخواد جامعه اینو قبول بکنه هنوز متاسفانه. دی فکر میکنن که مسئله هوموسکشوالیتی یا همجنس بازی یک مسئله روانی است، و به جرئت من اینو میتونم امشب اینجا اینو خدمتون بگم که نه، همونطور که توی اسلادم اولین کلمه‌ای که نوشتم نو، لزبیان، گی، بایسکشوال اورینتیشن اینا منتال دیسوردر نیستن، هیچ گونه کانکشنی، هیچ گونه رابطه‌ای بین کسی که سکشوال اورینتیشنش یا کشش جنسیش
خارج از مرد و زن هست، مرد با زن هست، هیچ گونه ما سایکوپاتولوژی نداریم، هیچ گونه سایکاتیکی نداریم، هیچ گونه چیزی که بخواد از لحاظ منتال یک نفر رو بایسکشوال بکنه وجود نداره. و به طور کلی چه کسی بایسکشوال باشه چه کسی هتروسکشوال باشه، هر دوش نرمال هست از لحاظ هیومن سکشوالیتی، که یه خودش یک علمی هستش که توی دستوی که به ما میگن سکسولوژیست، این علمیه که ما داریم روش کار میکنیم، تحقیق میکنیم. هیومن سکشوالیتی خودش برای خودش امروز یک ساینس هستش. ولی خب در بازم میگم خدمتون، در کالچرهای مختلف میبینیم که برخوردهای مختلفی با این مسئله هست. ولی همه تحقیقها، همه در سراسر دنیا هنوز نتونستن که بگن که این مسئله بایسکشوالیتی یک مسئله روانی هست و یک نرمال، حالت نرمال تجربه جنسی در انسان ها هستش. و به طور کلی اونایی هم که بایسکشوال هستن روابط نرمال خیلی خوبی دارن و سازمان های هلت آمریکا مثل سازمان های مال مدیکال و مال سایکولوژی به طور کلی هوموسکشوالیتی رو از کاتگوری منتال دیسوردر کاملا آوردن بیرون، یعنی همچین چیزی وجود نداره. ما نمیتونیم اگر یکی بایسکشوال هست بهش بگیم که این مسئله روانی هستش، همچین چیزی نیست. خب خواهش همیشگی من که چون مشکلات کم نمیشند، استرس داخلی و خارجی، یعنی هورمونای ما، سیتوکروم های ما، سایتوکاین های ما، ارزم بزرگ نورو ترانسمیتر ما، اینها از داخل ما رو تریگر میکنند و فشارهای روزمره توسط بیمارهایی که در رأس قدرت های دنیا قرار دارند. اینا آدم های بیماری هستند که از خودشون ناخشنودن، در نتیجه ما رو ناخشنود بکنن. برای این نمیخوایم به اخبار سیاسی گوش کنیم. یکی از مضرترین پرسترس در این چیزهایی که رواج داره رفتن تو عمق اخبار سیاسی، و من هر دفعه اینو تکرار میکنم که اینها دروغه. یعنی سیاستمدار راست نمیگه، راست نمیگه و پته خودشو به آب نمیده. برای حیف من و شماست که این مغز عزیز، این ذهن ارزندمون رو با دروغ‌های اینا خسته کنیم، آلوده کنیم، استرس بهش بدیم. درست فکر میکنیم، یاد میگیریم از حرفای دکتر باقری، مدیریت استرس میکنیم. وقتی اون کار کردیم، اون وقت بهترین غذا رو میخوریم. بهترین غذا یعنی چی؟ یعنی متنوع، یعنی هرچی بیشتر گیاهی، نه؟ مایعات کافی مینوشیم، بدنهای ما خشکه، بافتای ما، رگ‌های ما، اعصاب ما، تندن‌های ما، لیگمن‌های ما، اینا همه مایعات بیشتری لازم دارن. قدیم کار می‌کردیم، تشنه می‌شدیم، آب می‌نوشیدیم. الان کار فیزیکی کمتر می‌کنیم، در نتیجه کم آب می‌خوریم. کم نفس عمیق می‌کشیم. نفس عمیق درمان برای بسیاری از مسائل. یکیش برای استرس، یه چیزی می‌خوندم می‌گفت که دو بار اینهیل کنید. یعنی این دمی که هوا رو می‌دین تو، دو بار پشت سر هم انجام بدید، بعد بازدم رو، اکسهیل رو طولانیش کنید. دوبار اینهیل سریع، عمیق، یه بار بازدم طولانی. فواید بسیار زیادی داره که در آینده برای تو خواهم گفت. فشار خون اثر میذاره روی، کمک میکنه احساس سیری و اتونومس نروس سیستم رو آروم میکنه و غیره و غیره. راه میریم تا اونجا که میتونیم و خوب میخوابیم. خواب 7-8 ساعت حیاتیه. بدن باید خودش رو تعمیر کنه. اگه خوب نخوابیم، کم بخوابیم، مغز و ذهن و بدن و قدرت و قلب و ریه و کلیه اینا نمیتونن خودشون تعمیر کنن. برای این خودمون رو قوی میکنیم برای همه‌گیری‌هایی که در آینده خواهد آمد. ویروس‌ها دارن خودشون جهش میکنن و با این ارتباطات زیادی که تو دنیا هست باز همه‌گیری خواهیم داشت. به خودمون میرسیم. خدا یار و یاور شما باشه.
جام و جان با دکتر محمد نواب.